حقیقت و پشت پرده اتفاق و درگیری که در خیرخانه کابل افتاد. یکی از دوستان ما که امکان تماس باهاش بود تا بیاد این ماجرای خیرخانه رو بگه، من خودم ازش خواهش کردم، چون یکی از همین افرادی بود که از صحنه گریخته بود و ممکن بود مشکل درست میشه، صداش شناسایی بشه. خواهش کردم که در واقع صحبت نکنه، ماجرا رو از زبان ایشان شنیدم تا برای شما توضیح بدم. گروه های چریکی مقاومت که در داخل کابل هستن، اینها یک سری ترورهایی رو انجام میدن. بنا بود توی یک اجتماعی از طالبا که مربوط به یکی از این اعیاد بود، یک حمله چریکی اینها بچه های مقاومت که در کابل هستن یک حمله چریکی شهری انجام بدن و یه تعدادی از اینها رو بکشن، حلاک کن. قبل از این که این اتفاق بیفته، استاهای طالبان که توی شهر هست زنجیر دارن، اینا میان از مسافر تاکسی گرفته تا عابر عادی و اینا رو تفتیش میکنن، گوشیاشون رو کنترل میکنن. ظاهرا یکی دو تا رو گیر انداخته بودن و از ماجرا مطلع شده بودن، از این که این بچه‌ها همچین عملیاتی دارن اینا مطلع شده بودن. حالا این بچه‌ها در یک خانه‌ای در بخش 315 محله خیرخانه کابل مستقر بودن. اینا میان خونه رو شناسایی میکنن و بچه های مقاومت که توی خونه مستقر بودن قبل از اینکه طالب برسه مطلع میشن که آقا طالبا داره میان. یه تعدادشون موفق میشن فرار بکنن، یه تعدادی گیر میاد. این تعدادی گیر میافتن به محض که اولین خودروهای طالبان میرسه، چون سلاح کامل داشتن، از بالکن خونه‌ای که درش بودن اولین خودروی طالبو که میاد که نیروها هم سوار بوده و اینها، اینو با راکت آرپیجی میزنن که 13 نفر از طالبا اونجا کشته و مجروح میشن. اینکه چه تعدادشون میمیرن چه تعداد، ولی توی اون خودرو و خودرویی که دو طرف این بوده بیشتر از 30 نفر نیرو بود. بعدم درگیری شروع میشه که چند ساعت ادامه پیدا میکنه. بچه‌ها میدونستن که سرانجام چیه و شهادت هست، مقاومت میکنن. به تعدادی از نیروهای طالبان کشته میشن. یک کار دیگه یا که اینا میکنن، ورودی خونه رو تو این فاصله مینگذاری میکنن و یه تعدادی از اتاق ها. بعدم در پایان درگیری توی همین حیث که یه تعدادی مقاومت میکنن، 7 نفر دیگه فرار میکنن از صحنه. 3 نفر که با وجود مجروحیت به مقاومت ادامه میدن تا اون بقیه بتونن از صحنه جان به در ببرن، با همین وضعیت مجروحیت اسیر میشن که از سرنوشت اونها خبری نیست. این 3 نفری که به دست طالب اسیر میشن از بچه های مقاومت، خبری ازشون نیست تا چه بلایی سرشون آوردن، چه شکنجه هایی کردن، خبری نیست. اما 3 نفر از بچه های مقاومت، 2 نفر شهید میشن، 3 نفر هم که اینجوری دستگیر میشن، مجموعا 5 نفر. به احتمال اون 3 نفر هم تیرباران شدن، اینها به شهادت میرسن و اون بقیه از صحنه فرار میکنن.